سرخط خبرها. همزمان با اوجگیری شیوع کرونا در 15 استان ایران، مساجد بیش از 130 شهر که دولت کم خطر می‌داند بازگشایی شد. جنب و جوش دوباره در کانون اروپایی کرونا، ایتالیا بعد از 2 ماه پارک‌ها و کارخانه‌ها را باز کرد. ناشناسی دلم برد و گم شد. من پی دل کنون می‌قرارم. از وداع با اسلحه تا وداع با زندگی، درگذشت نجف دریابندری، نویسنده و مترجم سرشناس ایرانی. و فوتبال تایوان مصون از هجوم کرونا. سلام، عصرتون بخیر. همزمان با اوجگیری شیوع ویروس کرونا در 15 استان ایران، مساجد 132 شهر که دولت کم خطر می‌داند بازگشایی شد، هرچند به شکلی محدود و به شرط رعایت مقررات بهداشتی. این جدیدترین مرحله بازگشایی اماکن عمومی است که 3 هفته پیش با از سرگیری فعالیت مشاغل کم خطر در شهرستان‌ها شروع شد. دولت گفته که مدارس مناطق کم خطر هم کمتر از 2 هفته دیگر باز می‌شوند. طبق آماری که وزارت بهداشت اعلام کرده، در شبانه روز گذشته بیش از 1200 مورد جدید ابتلا به کرونا ثبت شده و 74 نفر هم جانشان را از دست دادند. سیاوش اردلان گزارش می‌دهد. در حال حاضر حدود 130 شهر ایران سفید هستند، یعنی شیوع ویروس کرونا در این شهرها اندک تشخیص داده شده، از اصلویه و لامرد گرفته تا سوادکوه و پیرانشهر. در این شهرها امروز مساجد بازگشایی می شوند و احتمالاً 2 هفته دیگر مدارس هم باز می شوند، اما با کلی دستورالعمل. نیم ساعت بیشتر نمی توان در مسجد ماند، آن هم فقط برای نماز و اذان. از چای و غذا خبری نیست و مراسم ختم و مولودی و عزاداری هم قدغن است. یعنی مساجد حدود 130 شهر باز شدند، ولی با حداقل سرویس. این در حالی است که بسیاری از مساجد در ایام بحران کرونا مراکز سازماندهی کمک‌های غذایی و برنامه‌ریزی برای فعالیت‌های محلی بودند. همه اهل محل. اما اماکن بزرگ مذهبی مثل حرم حضرت معصومه در قم و امام رضا در مشهد تعطیل هستند و در ایام عزاداری شب‌های قدر هم تعطیل خواهند ماند. دولت ایران امیدوار است که این محدودیت‌ها نگذارد ویروس کرونا در کشور پا بگیرد. اما گفته که این ویروس در 10 استان همچنان میتازد و شیوعش بالاست، از جمله در قم، سمنان، تهران و اصفهان. در تهران که پرجمعیت‌ترین شهر ایران است، طبق آمار دولت مردم کمتر موازین بهداشتی را رعایت می‌کنند. استفاده از ماسک در مترو اجباری شده، اما تلویزیون ایران همچنان نشان می‌دهد که خیلی‌ها رعایت نمی‌کنند. الان یه دقیقه من اینو درآوردم، شما رسیدید. من می‌خواستم بخرم نبود. در شهرهایی که موازین بهداشتی رعایت می‌شود، شاید تعداد فوتی‌ها کمتر بوده باشد، اما خداحافظی با عزیزان از دست رفته سخت‌تر از همیشه است. سیاوش اردلان، BBC. در ایتالیا که از کانون‌های اصلی شیوع کرونا بوده، بعد از 2 ماه قرنطینه سفت و سخت، امروز برای اولین بار مردم اجازه پیدا کردند تا خارج از خانه ورزش کنند. خیلی از کارخانه‌ها هم کارشان را از سر گرفتند. در اسپانیا هم بعضی از مغازه‌ها باز شدند. در بریتانیا هم زمزمه‌های کاهش سختگیری‌ها به گوش می‌رسد. کیوان حسینی گزارش می‌دهد. ایتالیا نخستین کشور جهان بود که در آن استراتژی خانه‌نشینی ملی برای مقابله با کرونا اجرا شد. این کشور همچنین برای مدتی به مرکز شیوع بیماری کووید 19 تبدیل شده بود. حالا بعد از حدود 2 ماه، گام‌های نخست برای کاهش سختگیری‌های مرتبط با کرونا در این کشور برداشته شد. بر اساس مقررات جدید، از امروز ایتالیایی‌ها اجازه خواهند داشت تا برای ورزش از خانه خارج شوند، همچنین پارک‌ها باز می‌شوند، دیدار با خویشاوندان مجاز است، کارخانه‌ها باز خواهند شد و پروژه‌های ساختمانی از سر گرفته می‌شوند. در ایتالیا نزدیک به 29,000 نفر در پی ابتلا به بیماری کووید 19 جان خود را از دست دادند و پیش بینی می شود که در پی شیوع ویروس کرونا اقتصاد این کشور 9% کوچک شود. در بریتانیا هم زمزمه های تغییر در مقررات جدی است.
بر اساس پیشنویسی که به دست بی بی سی رسیده، دولت این کشور یک شنبه آینده نقشه راهش را برای خروج از قرنطینه سراسری اعلام خواهد کرد. یکی از مهمترین بخش‌های مقررات تازه راهکارهایی خواهد بود برای جایگزین کردن سیاست فاصله گذاری اجتماعی در مواقعی که چنین کاری شدنی نیست. اما یکی از مهمترین خبرها در ارتباط با کاستن از مقررات مرتبط با ویروس کرونا در اینجا اعلام شد. سئول، پایتخت کره جنوبی. به گفته یو یون هایی، وزیر آموزش و پرورش کره جنوبی، از روز 13 مه 24 اردیبهشت مدارس این کشور باز خواهند شد و 5.5 میلیون دانش آموز کره‌ای در همه مقاطع سر کلاس درس حاضر خواهند شد. کره جنوبی میگوید در روزهای اخیر تعداد موارد جدید ابتلا به کووید 19 در این کشور به حدود صفر رسیده است. در اسپانیا هم از امروز مرحله نخست کاستن از سختگیری ها با بازگشایی بعضی از مغازه ها و شرکت ها آغاز شد. سختگیری شدید و خانه نشینی اجباری در اسپانیا از حدود 8 هفته پیش آغاز شد. حالا دولت میگوید تصمیم دارد که در 4 مرحله شرایط را به حالت عادی بازگرداند. همسایه غربی اسپانیا یعنی پرتغال هم امروز در مسیر مشابهی گام برداشت. دولت پرتغال اعلام کرده که در جریان یک برنامه 3 مرحله‌ای به 6 هفته شرایط اضطراری در این کشور پایان می‌دهد. در نخستین گام استفاده از حمل و نقل عمومی با ماسک در شهرهای لیسبون و پورتو مجاز اعلام شد. ضمن اینکه 2/3 خدمات حمل و نقل عمومی هم از سر گرفته شد. در ژاپن اما ماجرا به کلی متفاوت است. در این بیمارستان‌ها شرایط همچنان بحرانی است و انتظار می‌رود که شینزو آبه نخست وزیر این کشور وضعیت اضطراری را 1 ماه دیگر تمدید کند. در حال حاضر تعداد مبتلایان به کووید 19 در ژاپن حدود 15,000 نفر و تعداد قربانیان هم حدود 500 نفر است، اما انتظار می‌رود که به زودی وضعیت کرونا در ژاپن جدی‌تر شود. در این کشور مدارس بستند و از مردم خواسته شده در خانه بمانند. در شرق آسیا بازار شرکت‌های فناوری هم برای به رخ کشیدن توانایی‌های فنیشان داغ است. از جمله این دستگاه که کارش ضد عفونی کردن مسافران در فرودگاه است، یا این ربات که شبیه به ربات‌های فیلم‌های علمی تخیلی است و کارش ضد عفونی کردن و تمیز کردن دستشویی است. همه این ابزارها در کنار این ماشین‌های ضد عفونی کننده قابل حمل ابتکارات شرکتی به نام کلین تک هستند که در هنگ کنگ فعال است و مدعی است که ساخته‌هایش مأموریت دشوار بشر را در مقابله با کرونا آسان‌تر می‌کند. مأموریتی که در آن قرار است جلوی شیوع این ویروس گرفته شود تا بشر بتواند به زندگی روزمره‌اش بازگردد. کیوان حسینی، بی بی سی. در آمریکا شمار مبتلایان ثبت شده کرونا به 1,160,000 نفر نزدیک می شود. آمار جان باختگان هم از 67,000 نفر گذشته. دونالد ترامپ رئیس جمهوری می گوید شمار جان باختگان شاید از 100,000 نفر هم بیشتر شود. بعضی از ایالت ها محدودیت ها را یا کمتر کردند یا قرار است به زودی این کار را بکنند و همین بحث های زیادی به راه انداخته. هادی نیلی همکارم از مریلند در حومه پایتخت آمریکا به ما پیوسته. در این مدت تقریبا همه مردم با محدودیت هایی مواجه شده بودند هادی و از اونها خواسته شده بود که در خونه بمونند. چقدر رعایت میکنند؟ چقدر موافق این سیاست هستند؟ در این روزهای گذشته آمار اطلاعاتی که از تحلیل داده های شبکه تلفن همراه در آمریکا به دست اومده که در عین اینطور که محققان گفتن در عین حفظ حریم خصوصی افراد بررسی کردند که با توجه به در واقع ترددشون از این آنتن موبایل تلفن همراه به آنتن بعدی چقدر افراد در ایالت‌های مختلف تردد داشتن، به نظر میرسه که بین 20-30% در ایالت‌های مختلف میزان تردد مردم ظرف همین 3-4 روز اخیر بیشتر شده. حتی در ایالت‌هایی که محدودیت‌ها خیلی سفت و سخت داره همچنان اجرا میشه، مثل همین ایالت مریلند در حومه پایتخت آمریکا که من در اون هستم، خیلی ها گمان بردن و تحلیل میکنن که شاید این به خاطر خود همین بحث ها در مورد کاهش محدودیت ها باشه و شاید بخشش هم به خاطر اخباری باشه که از اروپا میرسه و مردم میبینن که مثلا در اروپا کشورهای مختلف دارن محدودیت ها رو به شکل های مختلفی کم میکنند.
در آمریکا بحث در مورد کاهش محدودیت‌ها چند هفته است که در جریان بوده. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در راهنما و دستورالعملی که منتشر کرده از ایالت‌ها خواسته که رفع محدودیت گام به گام باشه و هر گام مشروط به این باشه که تعداد مبتلایان جدید به ویروس کرونا در اون ایالت حداقل به مدت 2 هفته کاهش پیدا کرده باشه. به این ترتیب بعضی ایالت‌ها که در اونها تست‌ها کمتره و آزمایش‌ها کمتر داره صورت می‌گیره، اغلب هم ایالت‌هایی هستن که از قضا فرماندارشون جمهوری خواهه، دارن الان محدودیت‌ها رو رفته رفته کم می‌کنن با این ادعا و با این استدلال که تعداد مبتلایان جدید در اون ایالت‌ها داره کم میشه. ولی خیلی از ناظران و کارشناسان هشدار میدن که بدون تعداد تست کافی نمیشه مطمئن بود که چقدر ویروس داره گسترش پیدا می‌کنه. هادی، مقام های آمریکا کماکان اتهام های علیه مقام های چین مطرح می کنند مبنی بر اینکه به موقع اطلاع رسانی نکردند درباره شیوع کرونا. چقدر این اتهام ها همراه با شواهد و ادله است؟ هم خود دونالد ترامپ رئیس جمهور همین دیشب در نشست تلویزیونی که در شبکه فاکس نیوز شبکه محبوبش داشت و هم مایک پومپو وزیر خارجه آمریکا روز گذشته در مصاحبه‌ای که با رسانه های آمریکا داشت چند بار دولت چین رو متهم کردن که عمدن اطلاعات رو دیر منتشر کرده و حتی وزیر خارجه آمریکا ادعای ساختگی بودن این ویروس رو هم رد نکرد، با وجود اینکه شواهد اطلاعاتی دست کم تو اون چیزی که تا الان منتشر شده برخلاف این ادعا هست. روز گذشته در این حال اسوسییتد پرس یک سند 4 صفحه‌ای از وزارت امنیت داخلی آمریکا رو در موردش گزارش داد که گفت این خبرگزاری اون سند رو دیده و در اون سند که مال روز اول می هست، مال همین 4 روز پیشه، دولت آمریکا نتیجه گیری کرده که دولت چین برای اینکه فرصت داشته باشه که با ویروس مقابله بکنه، با بیماری مقابله بکنه و تجهیزات حفاظتی و درمانی رو تأمین بکنه، چند روز حداقل دیر اعلام کرده میزان گسترش و میزان شدت سرایت پذیری این ویروس رو. ولی همچنان دستگاه‌های اطلاعاتی آمریکا گزارش هایی که داشتن از ماه‌های قبل در رسانه آمریکا گزارش میشه که از 3 ژانویه دستگاه اطلاعاتی آمریکا برآورد کرده بودن که این ویروس در واقع امکان همه‌گیری داره، امکان همه‌گیری جهانی داره. به این ترتیب مقام‌های دولت آمریکا همچنان با مطرح کردن اتهام به حکومت چین و حزب کمونیست در چین بیشتر به نظر میرسه که میل دارن شروع بحران رو بیشتر متوجه بکنن به اقدامات دولت چین. متشکرم هادی نیلی. دولت افغانستان برای مبارزه با شیوع کرونا بیش از 100 میلیون دلار کمک از بانک جهانی و 40 میلیون دلار از بانک توسعه آسیایی دریافت کرده. وزارت صحت عامه گفته که این هزینه ها در چند بخش از طرف دولت، سازمان بهداشت جهانی و یونیسف مصرف میرسد. با ثبت 190 مورد جدید ابتلا، آمار رسمی مبتلایان به کرونا در افغانستان به حدود 2900 نفر رسیده. روین رهنوش از کابل به ما پیوسته. روین، یه سری جزئیات بیشتری آیا در دست هست مبنی بر اینکه این مبالغ چطور قرار هزینه بشه؟ کمکی که از طرف بانک جهانی برای افغانستان آمده قرار است که در 3 کاتگوری به مصرف برسه. کاتگوری اول 34 میلیون دلار در نظر گرفته شده که خدمات عاجل برای کسانی ارائه شود که به بیماری کووید 19 مبتلا میشند و بعد هم 46 میلیون دلار برای تقویت سیستم بهداشتی افغانستان برای مبارزه با کرونا در نظر گرفته شده و همینطور متباقی هم به بخش های دیگر از جمله کاهش خطرات ویروس کرونا و همینطور مدیریت و نظارت از تطبیق پروژه هایی که به هدف مبارزه با کرونا در نظر گرفته میشه. همچنین کمکی که از طرف هزینه که از طرف بانک انکشاف آسیایی در نظر گرفته شده هم در چند بخش مختلف به مصرف میرسه، از جمله بیش از 15 میلیون دلار قرار است که بیمارستان ها در بخش های مختلف افغانستان اعمار شود و همینطور یک بخش دیگر هم که بحث تقویت تجهیزات ICU یا سیستم مراقبت های ویژه هست. در حال حاضر دولت افغانستان تنها 230 بستر مراقبت های ویژه در اختیار دارد. امروز وزارت بهداشت گفت که قرار است به زودی این میزان، این ظرفیت به 1030 بستر افزایش پیدا بکنه که به گفته این وزارت این یک نقطه عطف در نظام بهداشتی افغانستان هست که برای اولین بار چنین ظرفیتی را در اختیار دارد و در همه ولایت‌ها
مراقبت‌های ویژه و مراقبت‌های ویژه مجهز میشه. همینطور گفت که در آینده هم این ظرفیت به 100,000 بستر افزایش پیدا خواهد کرد. میدانیم که قبلا در مورد چگونگی هزینه هایی که قرار است برای مبارزه با کرونا در نظر گرفته شده تردید و شک های بوده و هست. قبلا دیدبان شفافیت افغانستان در این مورد اظهار نگرانی کرد که مبادا دولت توانایی نظارت دقیق از این هزینه ها را نداشته باشه و منجر به فساد و سوء استفاده از این هزینه ها شوه. و همینطور مجلس سنای افغانستان وحید عمر مشاور محمد اشرف غنی رئیس جمهوری و مسئول آگاهی دهی عامه در مورد ویروس کرونا را فرا خواند به این مجلس، به خاطر که در مورد هزینه هایی که به هدف آگاهی دهی مصرف شده بود هم واکنش های در شبکه های اجتماعی وجود داشت. و شیوع کرونا در کل در افغانستان هنوز هم سیر صعودی داره. وزارت بهداشت امروز یک بار دیگر اظهار نگرانی کرد که در بالاترین حد نگرانی این وزارت در بالاترین حد هم به لحاظ مسلکی و هم به لحاظ اداری هست و مکررن از مردم درخواست کرد که در خانه بمانند و باز هم انتقاد کرد که مردم توصیه ها را جدی نمی گیرند و محدودیت تردد را رعایت نمی کنند، همینطور فاصله اجتماعی را. متشکرم روین رهنوش از کابل با ما. نگاهی دوباره به مهمترین عناوین خبری این برنامه. همزمان با اوجگیری شیوع ویروس کرونا در 15 استان ایران، مساجد 132 شهر که دولت کم خطر می‌داند به صورت محدود بازگشایی شد. بعد از دو ماه قرنطینه سفت و سخت در ایتالیا، پارک‌ها و کارخانه‌ها بازگشایی شد. در ادامه این برنامه، مسئولیت فوتبال تایوان از هجوم کرونا. نجف دریابندری، مترجم و نویسنده سرشناس ایرانی در سن 90 سالگی در تهران درگذشت. او طی ده‌ها سال بسیاری از آثار نویسندگان خارجی را به فارسی برگرداند. کتاب معروفی هم درباره آشپزی نوشت. نگاهی کنیم به زندگی و آثار او. زندگی کردن با آقای دریابندری راحته؟ مشکل هم نیست. چون کاری با کار آدم نداره، آدم هم میتونه کاری به کارش نداشته باشه. بعد آقای دریابندری از صبح تا شب داره کتاب میخونه، یا مینویسه یا میخونه. از مترجمان و نویسندگان صاحب سبک ایران بود. سازمان میراث فرهنگی 3 سال پیش نجف دریابندری را به عنوان گنجینه زنده بشری ثبت کرد. او مترجم آثار تعدادی از نویسندگان مشهور جهان از جمله مارک توین و ارنست همینگوی بود. بعضی از نویسندگان صاحب نام معاصر هم به مدد ترجمه های او در ایران بیشتر شناخته شدند، مانند ای ال دکتروف. آقای دریابندری از ادبیات داستانی همین بس که یادآوری بکنم، داستان های پیرمرد دریا از همینگوی و هکلبری فین از مارک توین، پیش از او ترجمه های داشت ولی ترجمه دریابندری به کلی بازار اون ترجمه ها را کساد که از همه بارستر روشنتر کتاب جبران، خلیل جبران، نویسنده عرب تباره که بیش از 50 ترجمه از این کتاب به فارسی در دسته. ترجمه دریابندری الان به چاپ 120مین رسیده و این نیست مگر قدرت سحر کلام دریابندری در کار ترجمه. بسیاری هم البته او را با کتاب مستطاب آشپزی می‌شناسند که او با همکاری همسرش فهیمه راستکار نوشت. نجف دریابندری که در سالهای اخیر حافظه‌اش را کم و بیش از دست داده بود، مجموعه کم نظیر از دانش نگارش، ترجمه و گویش بود. به گواه کارشناسان، او بسیار بیش از یک نویسنده و مترجم خواند، نوشت و تحقیق کرد و گفت. به اعتقاد او ترجمه خوب ترجمه ای است که خود نویسنده اگر همزمان مترجم بود آن متن را به همان صورت می نوشت. نویسنده وقتی خودش ترجمه میکنه عوض میکنه. حالا آیا مترجم هم حق داره عوض کنه؟ دریابندری مردی خود ساخته بود. او هرگز به دانشگاه نرفت و هر آنچه آموخت از زندگی و تجربه هایی است که به دست آورد. او معتقد بود که ترجمه علم نیست و می گفت یکی از بهترین راه های تحصیل زبان مطالعه انتقادی کارهای خود آدم است. آدم کارهایش را با چشم باز بخواند، خطاها را بهتر از همه می بیند. جلسه من رفتم در دانشگاه به این نتیجه رسیدم که این کار بیهوده است.
دریا بندری سال 1308 در آبادان به دنیا آمد. کودتای 28 مرداد همزمان بود با ترجمه او از کتاب معروف ودا با اسلحه نوشته ارنست همینگوی. نجف دریا بندری امروز پس از دوره بیماری در تهران درگذشت. خمار جرعی بایدم تاره همه ناشناسی دلم برد و گم شد. من پی دل کنون میقرارم، لیکن از بستی باده دوش میروم سرگران و خمار جرعی بایدم تاره همه. فرج سرکوهی نویسنده و منتقد ادبی از فرانکفورت آلمان با ماست. آقای سرکوهی، شنیدیم بخشی در واقع کوچکی از میراث بزرگ و به یاد ماندنی آقای دریا بندری، کسی که شاید بشه گفت از صاحب سبک ترین مترجمان تاریخ ادبیات ایران محسوب میشه. خب نجف دریا بندری در یه مصاحبه که من و آقای علی‌نژاد با او داشتیم به من گفتش که به ما گفتش که شعر پدیده ندرت هست. در واقع میشه بگیم که خود نجف دریابندری هم خلاف آمد عادت بود، هم پدیده ندرت، آدمی خودآموخته که به ترجمه های او نسل من و نسل خود او و نسل های بعدی و تا کنون و شاید نسل های آینده آشنایی با برخی از بهترین آثار ادبی و برخی از بهترین آثار نظری جهان رو به او مدیون هستند. یکی از مهمترین ویژگی های در این وقت کم کار دریابندری این بود که او در واقع برای زبان و لحن و سبک و روال نویسنده اصلی در زبان فارسی معادل متناسب پیدا میکرد و اگر ترجمه های او رو بخونیم درست مثل این هستش که در واقع اینها در زبان فارسی خلق شدن با حفظ سبک و روال نویسنده. نگاه کنیم به آرتور گریفین که چطور زبان روزمره رو متعالی میکنه و به کار میگیره و بعد مقایسه کنیم با بازمانده روز که در او مثلا بخشی از زبان دوره قاجاریه رو معاصر میکنه در یابندری و در به دیگر ترجمه های او. در یکی از دیگه از ویژگی های کار او مقدمه هایی بود که بر ترجمه ها می نوشت و در واقع اینا مقدمه نبودند، یک به اصطلاح تصویر بسیار جامع، عمیق، زیبا و خواندنی با نسلی بسیار روان درباره نویسنده بودن. نگاه کنیم به مثلا اون ارنست همینگوی یک دور تمام یا مقالاتی که در از این کتاب از این لحاظ و به عبارت دیگه جمع‌آوری شده. اگر ما اعتبار و کمیت و کیفیت داده‌ها و اطلاعات رو زبان روان، پرهیز از تعقید تصنعی، دامنه تاثیرگذاری، برد و نفوذ، کشش و جذابیت روزآمدی رو به عنوان معیارهای مقاله در نظر بگیریم، می‌بینیم که از بهترین مقاله‌هایی است که در زبان فارسی نوشته شده و هر وقت هم که چیزی می‌نوشت در محافل روشنفکری و فرهنگی بحث برمی‌انگیخت، هم به دلیل عمق تحلیل‌ها و به خصوص به دلیل زبان روان، نثر زنده و خونگرم او. و در این حال می‌دونیم که دریا بندری طنز نویس بزرگی بود و در بیشتر آثاری که نوشته اون لایه‌ای از طنز بسیار عمیق، فاخر و زیبا و انتقادی دیده میشه و به خصوص می‌تونیم به چنین کنند بزرگان نگاه کنیم که کرد باید کار که در ترجمه بود از کتاب انحطاط و سقوط تقریبا همه افراد ویلکاپی، اما دریا بندری بسیار به اون افزود، از اون کم کرد و در واقع یک اثر جدید به وجود آورد. طنز رو حتی در همین کتاب مستطاب آشپزی هم می‌بینیم. تنوع دریا بندری در انتخاب کتاب برای ترجمه، خودش در اون مصاحبه به ما گفتش که من غرض ورزم، یعنی چیزهایی رو ترجمه می‌کنم که فکر می‌کنم بر مخاطب فارسی زبان تاثیر می‌ذاره و در هم چنین بود و به همین دلیل میشه بگیم که یکی از خلاق‌ترین چهره‌های فرهنگی. آقای سرکوهی، با توجه به همه ویژگی‌هایی که بهش اشاره کردین و واقعا نبوغ ادبی آقای دریا بندری، فکر می‌کنید که چرا ترجمه‌های او بیشتر از تألیف‌های او بود؟ خب تألیفات او مقالاتی است که نوشته، اما و این مقالات هم طور که گفتم از بهترین نمونه های مقاله نویسی در زبان فارسی است. اما چرا ترجمه های او بیشتر بود؟ برگردیم به اینکه دریا بندری، خب میدونیم که کار فرهنگی رو، میدونیم که سیاسی بود، در اون دوره در زندان رفت به دلیل ارتباطات با حزب توده و غیره، اما دریا بندری در واقع کار فرهنگی رو با ویراستاری و ترجمه آغاز کرد و همین روال رو هم ادامه داد. و من تصور میکنم، حالا من مخالف تألیف یا خلق کتاب نیستم، ما نویسندگان بسیار خوبی داریم، اما تصور میکنم برخی ترجمه برخی آثار در اون دوران در واقع فرهنگ سازی بود. یعنی در ایران ترجمه فقط نیست، فرهنگ سازی هست. تاریخ فلسفه غرب راسل یا مثلا معنای هنر در زمینه نقد نظری ادبی که مال هربرت ریش که ترجمه کرد، نمیدونم تاریخ روسیه شوروی که ترجمه کرد، یا افسانه دولت، نمیدونم از این قبیل، اینها در واقع فرهنگ سازی بود. او میگشت موضوعاتی رو پیدا میکرد که
پاسخ بود به نیازهای فرهنگی جامعه و وقتی یک نویسنده غربی به اونها پاسخ داده بود و دریابندری با اون نثر بسیار خوب و روان خودش میگیم دریابندری میتونیم بگیم یکی از بهترین نثر نویسان ایران هست ترجمه میکرد طبیعتاً به نیاز جامعه جواب میداد و این خیلی به اصطلاح مثمر ثمرتر بود عمر پربرکت او بیشتر برای این هستش که ترجمه‌اش خوب هست زبان فارسی رو متعالی کرده و در این حال به نیازهای جامعه جواب داد آثار ادبیش هم اگر نگاه کنیم که ترجمه کرد همه در واقع به نوعی در واقع کمک کردن اگر به فرهنگ سازی در این چند دهه که دریابندری عمر پربرکتی داشت ما همیشه می‌دیدیم که کتاب‌های او فقط ترجمه نیستند آثاری هستند که فرهنگ ایرانی رو به اصطلاح غنا می‌بخشند و به اصطلاح گسترش میدن متشکرم فرج سرکوهی نویسنده با میلیون ها طرفدار فوتبال در سراسر جهان بی صبرانه منتظرند که مسابقات ورزش محبوبشان از سر گرفته شود. بازیکن ها در آلمان تمرین هایشان را از سر گرفتند اما در بیشتر کشورها هنوز تصمیمی درباره زمان آغاز دوباره مسابقات گرفته نشده. در این میان تایوان همین حالا هم مسابقات را برگزار می کند. تیم آلمان گزارش می دهد. این به عنوان مهمترین مسئله در میان مسائل کم اهمیت توصیف شده. برای خیلی ها فوتبال مثل مذهب است. اما در جریان شیوع جهانی کرونا، عبادتشان به طور نامحدودی عقب افتاده. البته نه در همه جا. اینجا استادیوم شهرداری تایپه است. تایوان در مقابله با شیوع ویروس کرونا بسیار موفق بوده و مقام ها اجازه دادند مسابقات فصل شروع شود. هرچند با محدودیت های شدید. در حقیقت بهتره در زمان مسابقه ها تماشاگرها توی استادیوم باشن تا بازیکن ها هم شور و حال دیگه ای داشته باشن اما از اونجا که این مسابقه ای در فضای بست است کار زیادی از دستمون بر نمیاد واسه همین هر بازیکن باید با روحیه بالا بازی کنه و تصور کنه علاقمندان دارن تماشا میکنن فوتبال اینجا ورزش خیلی پرطرفداری نیست و بیسبال دل مشغولی اول است اما با توجه به اینکه اینجا یکی از معدود جاهایی است که مسابقات برگزار می شود این امیدواری وجود دارد که به محبوبیت بیشتر فوتبال منجر شود فکر می کنم این فرصت خیلی خوبی برای تایوان تا شناخته بشه بدون شک خیلی ها این مسابقات را می بینند فکر می کنم بیش از 14,000 نفر مسابقه اول را آنلاین دیدند واسه همین فرصت خوبیه برای تایوان مقام های محلی میگویند که میخواهند نشان دهند تایوان میتواند هم با شیوع کرونا مقابله کند هم به فوتبال بپردازد. تیم اولمن بی بی سی نیوز. این بخش خبری ممنون از همراهی شما.